بخش 34 تلاوت روبه دوم جوز نهم قرآن کریم شامل آیات 138 تا 162 سوره مبارکه اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. آيات 138 تا 142 سورة مباركة أعراف ذکر و بیان تقاضای نابخردانه بنی اسرائیل است که از حضرت موسی می دارند. قرآن کریم این تقاضای نادرستشان را در این آیات بیان داشته است. و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحر و بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم تا به مردم رسیدند که با فروتنی بر بت‌های خود گرد آمده بودند. قالوا یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهتون. پس گفتند ای موسی برای ما نیز خدای را قرار بده همان گونه که برای ایشان خدایان از بت‌هاست. قال انکم قوم تجهلون. موسی گفت براستی که شما مردم نادان و جاهلی هستید. انها اولای متبرون ما هم فیه و باطلون ما کانو یعملون. حقیقتا اینان عاقبت کارشان نابودیست و آنچه که می کنند باطل و ناسواب است. قال اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. موسی گفت آیا می خواهید برای شما معبودی غیر از خداوند بجویم در حالی که اوست که شما را بر جهانیان زمانتان برتری داده است؟ و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. و بیاد آورید آنگاه که شما را از قوم فرعون نجات بخشیدیم که سخت شکنجیتان می کردند. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. پسرانتان را می کشتند و زنانتان را برای خدمتگذاری زنده نگه می داشتند. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. که در این برای شما از جانب پروردگارتان آزمایش بزرگی بود. و وعدنا موسی 30 لیلتا و با موسی 30 شب را وعده گذاشتیم. و اتممناها بعشر و آن را با 10 شب کامل کردیم. فتم میقات ربه 40 ليله. پس میعاد پروردگارش با موسی 40 شب تمام گردید. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آیات 142 و 143 سوره مبارکه اعراف ذکر و بیان است که موسی هارون را جانشین خود تعیین کرد و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و موسی برای برادرش هارون گفت جانشینم میان قومم باش و به اصلاحشان بکوش ولا تتبع سبیل المفسدین و راه فسادگران را پیروی مکن و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه و هنگامی که موسی به میادگاه ما آمد و پروردگارش با وی سخن گفت قال رب ارنی انظر الیک موسی گفت پروردگارا خود را به من نشان بده تا بر تو بنگرم قال لن ترانی خداوند فرمود هرگز مرا در دنیا نخواهی دید ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی ولیکن بر کوه بنگر پس اگر در جایش برقرار ماند مرا خواهی دید فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا و چون پروردگارش بر کوه تجلی فرمود آن را متلاشی گرداند و موسی بیهوش بر زمین افتاد فلما افاق و هنگامی که به کوش آمد قال گفت سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين پروردگارا تو منزهی به درگاهت توبه کردم و من از نخستین مؤمنانم. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. آیات 144 تا 148 سوره مبارکه اعراف بیان ذکر نزول الواح بر موسی است که قرآن کریم از ذکر از نزول این الواح بیان می‌دارد. قال یا موسی اینی استفیتو که علی الناس برسالتی و بکلامی و خداوند فرمود ای موسی من تو را با رسالت ها و با سخن گفتنم برگزیدم فخذ ما آتیتو که پس بگیر آنچه را که از شریعت و احکام به تو دادم و کن من الشاکرین و از شکرگزاران باش و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء که در الواح تورات در هر مورد
پندی و برای هر چیزی تفصیلی را برای وی نوشتیم. فخذها بقوت، و پس آن را با قوت بگیر. و امر قومک یأخذوا بأحسنها، و به قومت امر کن تا به نیکوترین وجه آن را فرا گیرند. سأوریکم دار الفاسقین، که به زودی به شما جایگاه بدکاران را نشان خواهیم داد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، به زودی کسانی را که در زمین بناحق تکبر می‌ورزیدند از آیات خود باز می‌داریم. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، که هرگاه هر نشانه و معجزه‌ای را ببینند با آن ایمان نمی آورند. و این یرو سبیل الرشدی لا یتخذوه سبیلا، و هر رای ثواب را ببینند آن را نیز اختیار نمی دارند. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، و اما چون راه سرکشی را ببینند آن را برگزینند. ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا، این بدان خاطر است که آیات ما را تکذیب کردند. و کانو عنها غافلین، و بودند از آن غافل. والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، و آنانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند. حبطت اعمالهم، اعمالشان ضایع گردیده است. هل یذون الا ما کانوا یعملون، آیا کیفر داده می شوند جز آنچه را که انجام دادند. و اتخذ قوم موسی من بعده، و قوم موسی پس از رفتنش به میادگاه گرفتند. من حلیهم عجلا جسدا له خوار، از زیورات خیش مجسمه گوساله‌ای را ساختند که جسدی که صدای گوساله را داشت. الم یرو انه لا یکلمهم، آیا ندیدند که آن گوساله با ایشان سخن نمیگوید. ولا یهدیهم سبیلا، و نه برای هدایتشان میدارد. اتخذوه و کانوا ظالمین، پس آن را به پرستش گرفتند و ستمکار بودند. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. آیات 149 تا 153 سوره مبارکه اعراف ذکر و بیان خشم موسی بر بنی اسرائیل است که گساله را عبادت کردند. ولما سقط فی ایدیهم و رو انهم قد ضلوا، و آنگاه که حقیقت به دستشان آمد و دریافتند که گمراه شدند. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، گفتند که اگر بر ما پروردگار ما رحم نکند. و یغفر لنا، و ما را نیامرزد. لنکونن من الخاسرین، حتما از زیانکاران خواهیم بود.
ولما رجع موسى الى قومه و هنگامی که موسا به سوی قومش برگشت، غضبان اسفا خشمگین و اندوهبار، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، و گفت چه بد جانشینانی برایم پس از من بودید. اعجلتم امر ربکم، آیا در امر پروردگار خیش در آمدنم از میادگاه عجله کردید؟ و القى الالواح، و موسی الواح تورات را انداخت، و اخذ برأس اخیه یجره الی، و سر برادرش را گرفت در حالی که به سوی خود میکشید. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هارون گفت ای فرزند مادرم، این مردم مرا ناتوان دیدند که نزدیک بود مرا بکشند. فلا تشمت بی الاعداء، پس مرا با مؤاخذه کردنم دشمت شاد مگردان. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، و مرا از زمره گروه ستمکاران قرار مده. قال رب اغفر لی ولی اخی، موسی گفت خدایا من و برادرم را بیامرز. و ادخلنا فی رحمتک، و ما را شامل رحمت خود قرار ده. و انت ارحم الراحمین، یقینا که تو مهربانترین مهربانانی. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا، براستی آنانی که گوساله را به پرستش گرفتند به زودی خشم پروردگارت و ذلت زندگی دنیا دامنگیرشان خواهد گردید. و كذلك نزل المفترين، که این گونه دروغ پردازان را کیفر می‌دهیم. والذین عملوا السیئات، و اما کسانی که مرتکب گناهان شدند، ثم تابوا من بعدها و آمنوا، پس از آن توبه کردند و ایمان آوردند. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. آيات 154 تا 156 سورة مباركة أعراف ذكر است که موسى با 70 تن از قومش به میادگاه میرود. ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح، و چون خشم موسى فرو نشست الواح تورات را برداشت. و فی نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم يرهبون، که در نوشته های آن برای کسانی که از پروردگارشان میترسند هدایت و رحمت بود. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، و موسى از میان قوم خود 70 تن را برای میادگاه ما برگزید. فلما اخذتهم الرجفه،
و چون زلزله شدید آنان را فرا گرفت، قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایه. موسی گفت خداوند اگر میخواستی پیش از این آنان و ما را هلاک میکردی. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا ما را به خاطر آنچه که سفیهان ما انجام دادند هلاک میسازی؟ این هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء، این جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که با آن هر کی را بخواهی گمراه میسازی و هر کی را بخواهی هدایت میداری. انت ولینا، تو ولی و یاور مایی، فاغفر لنا وارحمنا، پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای. و انت خیر الغافرین، و تو بهترین آمرزندگانی. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، و برای ما در این دنیا حسنه بنویس. و فی الاخرت، و نیز در آخرت. انا هدنا الیک، همانا ما به سوی تو بازگشت کردیم. قال عذابی اصیب به من اشاء، خداوند فرمود عذابم را به هر کی بخواهم میرسد. و رحمتی وسعت کل شیء، ولی رحمتم همه چیز را فرا گرفته است. فساکتبها للذین یتقون، که آن را برای کسانی که تقوا پیش می نمایند می نویسم. و یؤتون الزکات، و زکات می دهند. والذین هم به آیاتنا یؤمنون، و آنانی که به آیات ما ایمان می آورند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. آيات 157 تا 159 سورة مباركة أعراف ذكر و بيان است كه حكم اطاعت از پیامبر امي كه نامش در تورات و انجيل ذكر شده است. به این پروردگار دستور میده كه از پیامبر امی اطاعت کنید. الذين يتبعون الرسول نبی الامیه، آنانی که از این رسول یعنی محمد پیامبر امی پیروی می دارند. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، که نامش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته می یابند. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، که آنان را امر معروف و از نهی از منکر می دارد. و یحل لهم الطیبات، و پاکیزی ها را برایشان حلال می گرداند. و یحرم علیهم الخبائث، و پلیدی ها را بر ایشان حرام می گرداند. و یدع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، و بارهای سنگین و قیدها و زنجیرهای را برمی‌دارد که بر آنان بوده است. فالذین آمنوا به، پس کسانی که به او ایمان آورده‌اند، و عذروه و او را گرامی داشتند، و نصروه و یاریش کردند،
واتبعوا النور الذي انزل معه و از نوری که بر وی نازل شده یعنی قرآن پیروی کردند، اولئک هم المفلحون، آن گروه همان رستگارانند. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای مردم، یقینا من فرستاده خداوند به سوی همه شما هستم. الذی له ملک السماوات والارض، خداوندی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست. لا اله الا هو یحیی و یمیت، معبود به حق جز او نیست که زنده می کند و می میراند. فآمنوا بالله و رسوله، پس به خداوند و فرستادش ایمان آورید. النبی الامی، همان پیامبر امی یعنی درس نخوانده. الذي يؤمن بالله وكلماته، که به خداوند و به کلماتش ایمان دارد. واتبعوه لعلكم تهتدون، پس او را پیروی نمایید تا شاید که هدایت گردید. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، و از قوم موسی نیز گروهی اند که مردم را به حق راهنمایی می‌دارند و به عدالت حکم می‌کنند. و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. آيات 160 تا 162 سورة مباركة أعراف ذكر وبيان است که قوم موسى به 12 گروه تقسیم شدند. و قطعناهم اثنتا عشرت اثباتا امما، و آنها را به 12 گروه و به صورت امتها یعنی قبیله ها تقسیم کردیم. و اوحینا الى موسی از استسقاه قومه، و به موسی آنگاه که قومش از وی آب خواستن وحی کردیم، ان اضرب بعصاک الحجر، که عصای خود را به سنگ بزن. فانبجست منه اثنتا عشرت عینا، و او چنین کرد و از آن 12 چشمه فوران نمود. قد علم کل اناس مشربهم، که هر یک از آنان جای آب خود را می شناختند. و ظللنا علیهم الغمام، و ابر را بر سرشان سایبان قرار دادیم. و انزلنا علیهم المن و السلوى، و بر آنها من و سلوا را فرو فرستادیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم، و گفتیم از این چیزهای پاکیزه‌ای که بر شما روزی قرار دادیم بخورید. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که آنان بر ما ستم نکردند بلکه بر نفسهای خود ستم کردند. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، و بیاد آورید آنگاه که برایشان گفتیم که در این شهر ساکن شوید. و کلوا منها حیث و شئتم، و از نعمتهای آن از هر جا که خواستید بخورید. و قولوا حطتم، و بگویید گناهان ما را بیامرز. و ادخلوا الباب سجدا، و با فروتنی
و سجده کنان از دروازه داخل گردید، نغفر لکم خطیاتکم، که گناهان شما را میبخشیم، سنزید المحسنین، و پاداش نیکوکاران را افزونتر خواهیم کرد. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اما ستمکاران آنان این سخن را به غیر آنچی که به آنان گفته شده بود تغییر دادند. فارسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون، پس به خاطر ستمی که روا داشتند بر آنان بلای از آسمان فرو فرستادیم. خلق الله